بینندگان عزیز سلام دارم خدمت شما در هر جایی که هستید روزتون به خیر و مجددا با یک برنامه دیگه تحت عنوان این سری برنامه هایی که داریم خدمت شما واجه های رایج مسیحیت امروز هم میخوایم در مورد یکی دیگه از واجه هایی که بسیار در ایمان مسیحی در کلیسا در اعتقادات و در تاریخ کلیسا خیلی راجبش صحبت شده امروز با شما یه بحثی رو داشته باشیم امروز صحبت ما در مورد توبه و بازگشت هست خب ما خیلی این رو شنیدیم که عزیزان میگن نه فقط در مسیحیت بلکه شاید در تفکرات و ادیان دیگه که من توبه کردم یا توبه میکنم و و از این چیزها و امروز در راجب این میخوایم یه مقدار صحبت کنیم که توبه چی هست اما در این حال یک کلمه دیگه هم هست که خیلی شبیه توبه است اما با توبه یه مقدار فرق داره و این کلمه بازگشت هست سعی میکنیم هر کدوم رو اجمالا یه مقدار توضیح بدیم که توبه چه هست بازگشت چی هست و اون چیزی که کتاب مقدس و مسیحیت در مورد اون صحبت میکنه چی هست و امروز ما به عنوان یک بیننده به عنوان یک مسیحی یا اگر مسیحی نیستید بیننده ما هستید نگرش ما از دیدگاه مسیحیت در مورد توبه و بازگشت چه هست به طور کلی توبه به معنی اصلی خودش در معنی لغوی و واژگان خودش به معنی تغییر فکر و تغییر مسیر هست وقتی که شخصی که معمولا کار اشتباهی میکنه تفکر اشتباهی داره همیشه محدود نمیشه توبه رو به عمل کرد بلکه میتونه یک فکر باشه میتونه یک هدف باشه که میتونیم از هدفهای خودمون توبه کنیم از هدفهای خودمون برگردیم هدفهای خودمون رو تغییر بدیم تغییر فکر نسبت به افکار خودمون داشته باشیم تغییر فکر و تغییر مسیر نسبت به عمل کرد و رفتارهای خودمون داشته باشیم به طور کلی توبه مرحله هستش که ما سعی می کنیم اون رو ترک کنیم به طور کلی در توبه چند مرحله هست توبه عملی هستش که شخص معمولا در رابطه با گناه اون رو یا خطا به کار برده میشه شخصی که گناهی کرده تقصیری رو مرتکب شده و اون رو میپذیره اون تشخیص میده شخص نمیتونه توبه کنه اگر ندونه که کاری رو که میکنه اشتباهه پس تشخیص مطلب خیلی مهمه که خودش هم جای بحثی داره که چه چیزی ما رو کمک میکنه که ما تشخیص بدیم یک عمل اشتباه هست گاهی اوقات ما از نتایج کارهای خودمون متوجه میشیم که یک عمل اشتباه هست گاهی اوقات ما از, کلام، از شنیدن کلام خدا متوجه میشیم که یک عمل اشتباه است گاهی اوقات از ضرر و زیانی که به دیگران یا به خودمون وارد میکنیم متوجه میشیم که یک عمل اشتباه هست گاهی اوقات نصیحت دیگران صحبت دیگه دیگران ما رو به خودمون میارن و متوجه میشیم که یک عمل اشتباه هست پس نکته اول که در مورد توبه هست اینه که شخص نمیتونه توبه کنه اگر تشخیص نده که کاری رو که میکنه یا تفکری رو که داره یا اون هدفی رو که داره اشتباه هست و اون رو بپذیره بپذیره که این اشتباهه باش بحث نکنه ما خیلی اوقات اشتباهات خودمون رو نمیپذیریم کسی که اشتباه خودش رو نپذیره توبه نخواهد کرد پس بعد از اینکه ما تشخیص دادیم و پذیرفتیم نکته بعدی در مورد توبه این استش که ما سعی کنیم از اون دست برداریم البته در الهیات مسیحی این خودش جای بحث داره که توبه در مسیحیت با توبه در ادیان دیگه یا تفکرات دیگه فرق داره ما اگر بتونیم خودمون از گناهان خودمون دست برداریم که در ایمان مسیحی احتیاجی به کمک روح القدس نبود احتیاجی به آمرزش گناهان در عیسی مسیح نبود توبه فقط جنبه ارادی نداره توبه فقط این جنبه نداره که من میخوام این کار رو بکنم چون اتفاق افتاده که خیلی اوقات افراد چیزی رو که نمیخوان انجام بدن دوباره انجام میدن و چیزی رو که میخوان خوبی رو که میخوان انجام بدن نمیتونن انجام بدن در واقع اراده انجام اون کار رو ندارم ولی چیزی که مهم اینه که نه فقط ما تشخیص بدیم و بخوایم که اونو ترک کنیم ولی از اون دست برداریم متوقف بشیم از اون مسیری که داریم گفتیم توبه یعنی تغییر مسیر یا تغییر فکر هست یعنی در اون ادامه دیگه ندیم و متوقف بشیم و سعی کنیم راه دیگه رو پیدا کنیم که به شما اشاره خواهیم کرد که در مسیحیت چی هست ولی ما الان داریم به عنوان توبه به یک واژگان عمومی فکر میکنیم چون ممکنه گفتم در ادیان دیگه هم اونها هم توبه دارن فقط در مسیحت نیست بعد از تشخیص و قبول توبه و متوقف شدن و از دست کشیدن از اون باید اون گناه و اشتباه خودمون رو اعتراف کنیم این اعتراف دو جنبه داره اعتراف به خدا هست چرا که گناه بیشتر از اینکه یک عمل اجتماعی باشه یک عمل شخصی باشه یک عمل فردی یک عمل روحانی هست یک عملی هستش که به اخلاقیات ما به روحیات ما اثر میگذاره و رابطه ما رو با خداوند خدشه داری میکنه پس اعتراف به خداوند هست و اعتراف به کسانی که ما نسبت به اونها خطایی رو داشتیم یا گناهی رو کردیم بعد از اعتراف به گناه باید طلب بخشش کنیم خب گاهی اوقات بعضی از افراد تا این مرحله میان ولی طلب بخشش نمی کنن. میپذیرن اشتباه کردن سعی میکنن که دیگه این کار رو نکنن و خیلی هم راحت میگن که بله من این کار رو کردم ولی حاضر نیستن که مذارت خواهی کنن حاضر نیستن که طلب بخشش کنن طلب بخشش خیلی مهم هست کلام خدا ما رو تشویق میکنه میگه اگر به گناهان خودمون اعتراف کنیم و هدف از اعتراف این که ما رو به آمرزش گناهان بیاره ما رو به بخشش الهی بیاره بخشش در واقع برداشتن اون احساس گناه برداشتن اون بار و پاک کردن اون لکه هست که بر زندگی ما هست و شروع دوباره در زندگی هست چیزی که شاید بسیاری رو به اشتباه واداشته این است که توبه با پشیمانی فرق داره بعضی از عزیزان چون نسبت به اشتباهی که میکنن جنبه احساسی پیدا میکنن پشیمون میشن ولی در واقع در اون مسیری که دارن میرن متوقف نمیشن بر نمیگردن تغییر مسیری انجام نمیدن در واقع میرن اشتباه میکنن پشیمون میشن دوباره ادامه میدن به راه خودشون این پشیمانی هست اما توبه نیست یه گفته هست که یکی از واعظین معلمین میگفتش که در جهنم پر از کسانی هستش که گناه کردن و از گناه خودشون پشیمان شدن اما بهش پر از کسانی هستش که گناه کردن و از گناه خودشون پشیمون شدن و توبه کردن پس پشیمانی یک مرحله هست که میتونه کمک کنه ولی نباید اونجا متوقف باشه اگر رفتارهای ما اگر پشیمانی ما به تغییر مسیر به تغییر فکر نه انجامه اون توبه نیست خب خیلی از افراد هستن که شاید در اعتیاد به مواد مخدر یا اعتیاد به, مواد به مشروبات الکلی یا به بعضی از رفتارهای اخلاقی بد عادت کردن و اگه خب اگر از اینا بپرسید آیا شما خوشحال این کار رو میکنن میگن نه ما بدبخ شدیم گریه میکنن و واقعا پشیمانن ولی در این حال به این مسیر زندگی خودشون ادامه میدن این توبه نیست توبه با پشیمانی فرق داره توبه میتونه فقط یک جنبه یک جنبه از زندگی ما رو داشته باشه ممکنه شخص از یک چیز توبه کنه ولی از چیزهای دیگه توبه نکنه مثلا اگر شما پنج یا شیش یا بیشتر از بیشتر از این رقم مثلا اشتباهاتی داشته باشید ممکنه شما رو یک نکته متمرکز کنید ولی های دیگه زندگی شما تغییر پیدا نکنه فرق توبه با بازگشت اینه که بازگشت توبه هست که همراه با ایمان هست توبه یعنی فقط تغییر فکر ولی بازگشت یعنی تغییر کلی تغییر عمومی در تمام جنبه های زندگی ممکنه شخص از دزدیدن توبه کنه ولی از فوش دادن توبه نکنه بعضی از مردم توبه میکنن توبه شرعی هست توبه شرعی به این معنی هستش که از ترس از ترس مجرم شدن توبه میکنن از ترس محکوم شدن توبه میکنن این رو چارلز سپرژن یکی از وایزینی که در زندگی میکرد و باعث بیداری زیادی شده ایشون میگه که توبه شرعی به خاطر ترس است. اما توبه انجیلی توبه کتاب مقدسی به خاطر درک ما از گناه هست ما توبه بکنیم به اینکه ما از گناه متنفریم نه به این خاطر که گیر افتادیم نه به این خاطر که نمیخوایم زندان بریم نه به این خاطر که قلبش کسی رو شکستیم به این معنی اگر ما اشتباهی کردیم کسی ناراحت نشد آیا باید بهش ادامه بدیم توبه فرقش با بازگشت اینه که در توبه ایمان نیست در توبه ممکنه یک قسمت از زندگی رو شما رو تغییر بده ولی همه جنبه زندگی شما رو تغییر نمیده ولی بازگشت جنبه هستش که نه فقط از یک عمل ما بر میگردیم ولی به نزد خدا میریم ببین فرق میکنه شما نه فقط از یک کار بدی دست میکشید ولی سعی میکنید یک کار خوب رو یاد بگیرید این اینو میگیم بازگشت شما نه فقط سعی میکنید آدم بدی نباشید ولی سعی میکنید آدم جدیدی بشید اینو میگیم بازگشت شما سعی میکنید کار بدی رو انجام ندید این توبه است ولی وقتی که شما نه فقط سعی میکنید کار بدی رو انجام ندید ولی سعی میکنی زندگیتون دیگه خداپسندانه باشه اینو میگیم بازگشت در انگلیسی کلمه این هست که بهش میگیم converting convert. یعنی کسی که کاملا کاملا نه فقط طرز فکرش نه فقط عملکردش نسبت به یک اشتباه عوض شده بلکه کلا زندگیش عوض شده کلا فلسفه زندگیش عوض شده این رو میگیم بازگشت پس همطور که گفتم که توبه با بازگشت فرقش اینه که توبه میتونه موقتی باشه ولی بازگشت چیزی هستش که شما دیگه برگشتی رفتین توی یک مسیر زندگیتون کلا عوض شده یک مثالی داریم در کتاب مقدس مسئله پسر گم شده هست که در انجیل لوقا باب 15 میخونیم در این داستان که از انجیل لوقا هست عیسی مسیح اشاره میکنه که یک پسری بود که با پدر خودش زندگی میکرد و روزی به پدر خودش میگه تمام اون چیزی رو که من باید به ارث بگیرم اون رو به من بدید و من میخوام از خونه خودم خارج بشم خب این پول رو میگیره و از خانه پدرش خارج میشه و میره به عیاشی و صرف این پول رو در راه اشتباه کلام خدا میگه که این شخص تمام پولش خودش رو از دست داد و به یک زندگی خیلی بدی افتاد شکست خورد تو زندگیش دوستاش از دست داد به خاری افتاد به طوری که حتی به کارهای پست شروع کرد به انجام اونها ولی میگه روزی به خودش اومد به خودش اومد و به خودش گفتش که من دارم چیکار میکنم تمام نوکران خونه پدر من دارم بهتر از من که پسر پدرم هستم دارم بهتر از من زندگی میکنم این چه طرز زندگی منه پشیمون شد و گفتش که بر میگردم و به پدرم خواهم گفت که من به تو گناه کردم من به خدا گناه کردم بر میگردم و به خانه پدر خودم و این کارو میکنه بر میگرده بلند میشه و بر میگرده و این رو میگیم بازگشت نه فقط متوجه اشتباه شد نه فقط خواست که یک زندگی جدیدی رو داشته باشه بلکه برگشت به جایی که به اونجا تعلق داره به خانه پدرش در اینجا عیسی مسیح از این مثال استفاده میکنه و اشاره میکنه که ما باید به طرف خدا برگردیم اگر ما فقط پشیمان بشیم اگر ما فقط ریاضت بکشیم این را به شما عرض کنم که توبه با ریاضت کشیدن فرق داره بعضی یه کار اشتباهی میکنن بعد شروع میکنن به زدن خودشون بعد شروع میکنن به در و دیوار زدن بعد شروع میکنن نمیدونم یه کارایی میکنن که خودشون رو عذاب بدن بعد غذا نمیخورن یا بعضی حتی صدمه میزنن به بدن خودشون اما این توبه نیست توبه میتونه موقتی باشه میتونه احساساتی باشه میتونه یک جنبه باشه ولی کلام خدا ما رو دعوت میکنه که این توبه ما باید توبه توان با ایمان باشه باید به خدا ما توکل کنیم باید فقط به اراده خودمون متوک... متکی نباشیم باید به طرف خدا برگردیم و برگشتن ما به طرف خدا این است که زندگی ما را عوض میکنه و خلقت جدیدی در ما ایجاد میکنه یه چند لحظه ای ما یه استراحتی خواهیم گرفت و مجددا برمیگردیم به ادامه بحث خیلی ممنون از توجهتون در ادامه بحثمون اشاره کردیم به مسئله پسر گمشده که عیسی مسیح در انجیل لوقا باب 15 به با اون اشاره کرد در مراحلی که این پسر برگشت سه مرحله رو میبینیم که توبه هم همین سه مرحله رو داره یکی جنبه عقلانی هست که شخص باید بفهمه که اشتباه هست بعد جنبه احساسی هست که باید گفتیم با پشیمانی فرق داره ولی جنبه احساسی اینه که ما باید از از گناه بترسیم ما باید از گناه غمگین بشیم در مزمور 51 وقتی که داوود گناه کرد و زنا کرد میگه اون خوشی خودم رو از دست دادم و وقتی که دعا میکنه و توبه میکنه که مزمور 51 در واقع توبه نامه داوود هست میگه اون خوشی نجات خودت رو ای خداوند به من برگردون میگه گناه کردن مثل اینه که استخونهای من شکسته شده امیدوارم که شما تا حالا شکستگی تو استخونهای بدنتون پیش نیومده باشه ولی اگر کسی این تجربه رو داشته وقتی استخونش میشکنه میبینه که چه دردی درد شدیدی داره وقتی میخوان استخونا رو به جای خودش بندازن چقدر درد شدیدی رو داره در اونجا در مزمور 51 داوود اشاره میکنه که گناه کردن مثل استخون شکستن هست درد داره آه داره نمیتونی لذت بکشی توبه واقعی کسی که فهمیده آه میکشه که من چه کار کردم بعضی از گناه ها ظاهرا شیرین لذیذ یه رضایتی داره ولی شهوت رضایت داره یک خوشی درش هست ولی کسی که میخواد توبه کنه متوجه میشه که این خوشی موقتی هست و اون گناه واقعا چقدر دردناک هست پس نه فقط جنبه عقلانی داره توبه و بازگشت جنبه احساسی داره و در مسئله پسر گم شده گفتش که من بر و به پدر خودم میگم که پشیمان هستم و به تو گناه کردم و از این روحیه خوشحال نیستم و نکته سوم جنبه ارادی هست که در مسئله پسر گم دیدیم که گفت برخواست بلند شد و یه عملی را انجام داد گفتیم در توبه باید بیستیم از رفتن جلو در عمل اشتباه باید دست برداریم، باید برگردیم، باید تغییر مسیر انجام بدیم. حالا در این عمل توبه و بازگشت ما تنها نیستیم. کاری که میتونه ما رو کمک کنه که توبه های ما نتیجه بده ایمان هست. اگر شما فقط بخواید به صورت ارادی مثلا کسی میگه من دیگه سیگار نمی کشم. حالا ما نمیخوام بگیم سیگار کشیدن گناه هست یا نیست این بحث رو نمیخوام بکنیم اگه کسی سیگار بکشه خدا نکرده نمیخوام به کسی یه چیزی رو یک برچسبی بزنیم ولی مثال میزنم اگر شما خیلی اتفاق افتاده که یک کاری رو میخوان انجام بدن بعد میبینیم دوباره با چند روز بعد دوباره برمیگردن بشه خلقت تازه عوض شدن یا تولد تازه که در مسیحیت بهش اشاره میکنیم این ایمان لازم داره یعنی کمک من لازم هست اراده من لازم هست اما اراده من باید تقویت پیدا کنه اراده من باید یک انگیزه ای داشته باشه اراده من باید یک کمک الهی و امداد الهی داشته باشه پولس رسول پتروس رسول از عیسی مسیح روزی درخواست کرد که ایمان من رو امداد کنه خداوند ایمان من رو کمک کن من ایمانم کمه اراده من کمه من رو من رو تقویت کن همین پتروس پتروس رسول به ایسای مسیح گفت اگر همه تو رو انکار کنن من انکار نخواهم کرد ولی همین پتروس بعد از یک شب یک شب طول نکشید که سه بار خداوند ما عیسی مسیح رو انکار کرد و دیدیم که فقط این نیست که ما به خودمون چی میگیم این نیست که ما چه تصمیمی میگیریم ما احتیاج به خداوند داریم و این ایمان هست که با عقل ما با احساس ما با اراده ما وقتی که تلفیق میشه به اون میپیونده این ما رو کمک میکنه که برگردیم بازگشت باشه و کلام خدا ما رو تشویق به بازگشت میکنه توبه, توبه حقیقی تو با جبران هست میدیدیم که وقتی افراد رفتن پیش یحیای تعمید دهنده که توبه کنن و یحیا مردم رو به آب تعمید میداد و آب نشانه پاکی بود نشانه شستن هست حتی در فرهنگ ایرانی میدونیم که میگن آب توبه بریزیم بر کسی این است که نشانه اینه که این گناهش رو شستیم گناهش دیگه پاک شد اما اونجا میگه که سمرات شایسته توبه بیارید کسی که توبه میکنه باید جبران هم بکنه بعضی اشتباهات ما جبران ناپذیره ولی اگر جبران میتونیم بکنیم باید جبران کنیم اگر به کسی بدهکاریم حقشو خوردیم باید حقشو برگردونیم در کتاب مقدس نمونه داریم زکای باجگیر از مردم باج میگرفت بعد وقتی که توبه کرد باج مردم رو برگردوند اون پولی رو که از مردم به زور گرفته بود اونها برگردون در انجیل لوقا باب سه آیه 10 تا 14 سپاهیان مردمانی که ارتشی بودند، وقتی که زور میگفتن به مردم از یحیا پرسیدن چیکار کنیم به اونا گفتش که به مردم زور نگید کسی که بی فکر بود محبت نداشت یحیا میگه که کسی دو تا پیرن داره یکیشو به کسی بده که نداره در اونجا جبران به نسبت به توبه صحبتش هست اما صحبت اینه که کیا باید توبه کنم توبه فقط کسی نیست که مردم بهش بگن اشتباه کردی کلام خدا دید خدا نسبت به ما این استش که همه گناه کردن حتی کسایی که یه خود همچین خیلی ظاهر خوبی دارن به نظر میاد که آدم های خوبی کلام خدا میگه در نظر خدا همه گناه کردن و از جلال خدا از اون نیکویی خدا از اون قداست خدا قاصر هستند کسی که با ایمان زندگی نمی کنه، از خدا دور هست زندگیش پیش خدا نیست اگه میخوایم نزد خدا برگردیم باید توبه کنیم باید تغییر فکر بدیم و با ایمان به عیسی مسیح برگردیم و نزد خدا بمونیم پیش خداوند بمونیم مسیح گفت در من بمانید و ماندن در کنار عیسی مسیح است ماندن در خانه پدر آسمانی هست که میتونه در ما خلقت تازه رو به وجود بره خداوند وعده داده که ما رو کمک میکنه در اون مسئله پسر گم شده پدر کمک کرد به پسر که لباس جدیدی داشته باشه انگشتر جدیدی به دستش زد احساس جدیدی بهش داد ارزش جدیدی بهش داد دوباره به یادش آورد که تو پسر من هستی این پدر بود که کمک کرد پسر دوباره هویت خودش رو پیدا کنه دوباره جای خودش رو پیدا کنه اون گرسنگی خودش رو رفت کنه پدر آسمانی ما با کمک کار رول رو ما رو کمک خواهد کرد که ما عوض بشیم عزیزان بازگشت حالت جمعی رو میتونه داشته باشه میتونه حالت انفرادی باشه دیدیم گاه یا گاه در کلام خدا که اقوام مثل قوم نینوا در کتاب یونس نبی دیدیم که شهر نینوا با هم همه توبه کردند و در با معزه یونس نبی توبه کردند عامل مهمی که در توبه خیلی مؤثر هست این استش که مهم نیست مردم چی میگن مهم نیست که من خودم چی فکر میکنم مهم اینه که خدا چی میگه دید خدا نسبت به گناه چی هست راه حل خدا برای زندگی جدید ما چی هست برای اینه که بدون موعظه کلام بدون موعظه به عیسی مسیح بدون ایمان به عیسی مسیح توبه امکان نداره بازگشت و خلقت تازه زندگی جدید امکان نداره عزیزیان اگر شما میخواید که توبه های شما حقیقی باشه پایدار باشه دائمی باشه زندگی شما ایمان داشته باشه باید به کلام خدا گوش کنید باید به کلام خدا به کتاب مقدس نگاه کنید باید اون رو بخونید باید بهش اطاعت کنید باید به اون ایمان بیارید ایمان به عیسی مسیح ایمان به کلام خدا دید ما رو نسبت به خودمون عوض میکنه دید ما رو نسبت به زندگی عوض میکنه دید ما رو نسبت به گناه عوض میکنه چیزی رو که شاید ما گناه نمیدونیم وقتی کتاب مقدس میخونیم با دید خدا بهش نگاه میکنیم میبینیم که گناه هست عزیزان توبه فقط کافی نیست باید توبه با ایمان همراه باشه و تفاوتی که مسیحیت با تفکرات دیگه داره اینه که در تفکرات دیگه فقط این هستش که توبه کنید این کار بد رو انجام ندید کار خوب بکنید ولی مسیحیت میگه که توبه به تنهایی مسمر ثمر نیست شما باید ایمان بیارید از کلام خدا بشنوید دید شما باید دید کتاب مقدسی باشه به همراه ایمان به نزد خداوند برگردید زندگی خداوند پسندانه ای رو داشته باشید و اون خلقت تازه توبه های ما رو یک جهت و معنی تازه خواهد داد خدا با شما باشه اگر توبه نکردی عزیزان وقت توبه هست و هنوز دیر نیست ولی اگر زندگی ما تمام بشه دیگه خیلی دیر هست برای توبه کردن خدا با شما تا در فرصت بعدی مجددا با برنامه دیگه بتونیم به یکی از واژه های دیگه مسیحیت بپردازیم ممنون از توجهتون خدا با شما